سلام بر شما خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته ای که گذشت من فریبا شیرازی هستم در این برنامه مطابق روال مروری خواهیم داشت بر رخدادهای مهم هفته گذشته و در گزارش هایی به تازه ترین دور گفتگوهای هسته ای میان جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک خواهیم پرداخت از تلاش گروه تروریستی داعش برای تصرف بیشتر شهرهای عراق و تأسیس دولت اسلامی توسط این گروه خواهیم گفت به برخورد نیروی انتظامی با روزخاران در معابر عمومی میپردازیم و نگاهی خواهیم داشت به تندتر شدن لحن محافظه کاران تند رو به رهبران در حصر جنبش سبز به دنبال واکنش تازه رهبر جمهوری اسلامی با ما همراه باشید دولت اسلامی عراق و شام که در یک ماه اخیر توانسته کنترل بخش‌های وسیعی از نواحی عراق را در اختیار بگیرد اعلام کرده از این پس این گروه در اسناد و مکاتبات خود به جای دولت اسلامی عراق و شام از عنوان دولت اسلامی استفاده خواهد کرد ابو محمد ادنانی سخنگوی داعش در شبکه توییتر در یک پیام صوتی اعلام کرد ابو بکر بغدادی خلیفه اول دولت اسلامی است گروه تروریستی داعش که به گفته خود از حلب در شمال سوریه تا استان دیاله در شرق عراق را در کنترل دارد از مسلمانان جهان خواسته برای کمک به تشکیل دولت اسلامی به عراق و سوریه مهاجرت کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه گروه داعش که در حال حاضر بسیاری از بخش‌های شمالی و غربی عراق را در اختیار دارد در یک نوار صوتی که در اینترنت منتشر کرده از ابو بکر البغدادی رهبر داعش به عنوان رهبر همه مسلمانان یاد کرده است ابو محمد العدنانی سخنگوی این گروه گفته است شورای دولت اسلامی با برگزاری نشستی مسئله خلافت را بررسی کرد دولت اسلامی تصمیم گرفته تا خلافت اسلامی را تأسیس و یک خلیفه را برای حکومت مسلمانان تعیین کند وی اظهار داشت البغدادی رهبر جهادی ها به عنوان خلیفه مسلمانان تعیین شده الادنانی افزوده است البغدادی این بیعت را پذیرفته و اکنون رهبر همه مسلمانان شده است سخنگوی دولت اسلامی عراق و شام گفته است که واجه های عراق و شام از مدارک و اسناد رسمی دولت اسلامی حذف شده. از آن سو خبرگزاری رویترز گزارش داده که هم زمان نمایندگان شیعه سنی و کرد عراقی در بغداد گرد هم آمده و بر سر نامزدهای کابینه پیش از برگزاری نشست روز سهشنبه پارلمان با هم به توافق رسیدند تا مانع تلاش شورشان افراطی سنی برای از بین بردن یک پارچگی سرزمینی عراق شوند. سرنوشت سیاسی نوری المالکی نخست وزیر عراق پس از هشت سال به یک منزل اساسی تبدیل شده است. در حالی که آمریکا و متحدان منطقه آن خواستار کنارگیری وی و دخالت دادن سنی ها در دولت هستند، جمهوری اسلامی و شیعیان طرفدار آقای مالکی خواستار ادامه کار او به عنوان نخست وزیر عراق هستند. در همین حال گزارش رسیده از عراق حاکی است که نبرد ارتش این کشور علیه نیروهای دولت اسلامی عراق و شام در شهر تکلید برای دومین روز متوالی ادامه دارد و تانک ها و خودروهای مجهز نظامی در منطقه مستقر شدند بر اساس گزارش رویترز نیروهای دولتی با پشتیبانی هلیکوپترهای توبدار روز شنبه هفتم تیرماه حمله به مواضع نیروهای داعش در تکریت زادگاه صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق را آغاز کردند تا شورشان را از اطراف شهر بغداد دور کنند منابع امنیتی عراق گفتند که نیروهای ارتش با بهرهگیری از تانک در نزدیکی دانشگاه تکریت در شمال این شهر با نیروهای داعش درگیر شدند دو شاهد عینی گفتند که در این نبرد یک هلیکوپتر سقوط کرد ولی منابع مستقل هنوز این خبر را تایید نکردند قاسم عطا سخنگوی ارتش عراق به خبرنگاران در بغداد گفت که نیروهای امنیتی ظرف 24 ساعت گذشته 142 تروریست را در سراسر عراق کشتند که 70 نفر آنها در شهر تکریت بود به گفته ای وی ارتش این کشور در حال حاضر کنترل دانشگاه تکریت را در دست دارد و پرچم عراق را بر فراز آن به اهتزاز درآورده است حسین شهرستانی معاون نخست وزیر عراق در امور انرژی که از سیاستمداران مطرح این کشور است روز یکشنبه و ساعاتی پس از تحویل پنج سخوی رو جنگنده روسیه به بغداد آمریکا را متهم کرد که به اندازه کافی برای امنیت عراق کاری انجام نداده است وی به تلویزیون الحره گفت بله آمریکایی ها در تحویل سلاحایی که قرارداد آنها امضا شده است تاخیر داشتند ما به آنها گفتیم شما برای رساندن سلاح به متحدتان اسرائیل یک پل هوایی برقرار کردید پس چرا های ما را سر موقع تحویل نمی آمریکا پیشتر در واکنش به انتقادهای مشابه مقامهای عراقی گفته بود که آنها همه اقدامات ممکن را برای اطمینان از اینکه عراق به سلاح های مدر مجهز خواهد شد انجام دادند. در تحول دیگر هم اعتلاف ملی عراق به رهبری عیاد علاوی نخست وزیر سابق عراق اعلام کرده است که در اولین جلسه پارلمان این کشور در روز سهشنبه شرکت نخواهد کرد. بنابر گزارش ها نمایندگان کرد شیعه و سنی در مجلس عراق میکوشند تا پیش از سهشنبه بر سر معرفی اعضای کابینه جدید به توافق برسند اما سخنگوی اطلاف ملی در کنفرانس خبری در بغداد گفت که در جلسه پارلمان شرکت نخواهند کرد تا از عواقب آن جلسه در امان بمانند او افزود که قدرت های سیاسی باید نقشه راهی را ارائه دهند تا از وخامت وضعیت امنیتی و تعمیق شکاف در کشور جلوگیری شود. نوری مالکی نخست وزیر عراق در پی رویدادهای اخیر این کشور زیر فشار قرار گرفته است تا کابینه جدید را تا روز سهشنبه تشکیل دهد. آقای مالکی چند روز پیش تشکیل دولت وحدت ملی را رد کرد. مذاکرات هسته میان جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک در وین در حالی در جریان است که یک روز پیش از آغاز آن جان کری وزیر امور خارجه آمریکا درباره مدت زمان کوتاه تا پایان زمان پیش بینی شده توافق ژنو هشدار داد و گفت ایران در آستانه یک انتخاب تاریخی قرار دارد جلب اعتماد جهانی و پایان انزوای سیاسی و اقتصادی یا از دست دادن این فرصت تاریخی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که یک گروه 15 نفره متشکل از مقام های عالی رتبه وزارت امور خارجه، مشاوران ارشد و دستیارانی از وزارت خزانه را برای دور جدید مذاکرات جامعه اتمی ایران عازم وین کرده است. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در یادداشتی برای نشریه واشنگتن پست نسبت به موضوع انعطاف ناپذیر ایران هشدار داد. وی در این مقاله تصریح کرده که ایران در برابر یک انتخاب گریز ناپذیر قرار دارد و اینکه نگرانی بین المللی را رفت کند با یک فرصت تاریخی را برای پایان دادن به انزوای اقتصادی و سیاسی از دست می دهد. وزیر امور خارجه آمریکا در مقاله خود نوشته ما این را می دانیم که یک دید خوشبینانه در ایران نسبت به نتیجه مذاکرات وجود دارد اما این نگاه با مواضعی که ایران پشت درهای بسته مذاکرات میگیرد همخانی ندارد جانکری کری تاکید کرده که ایران هنوز نتوانسته صلحآمیز بودن برنامه اتمیاش را اثبات کند وی همچنین اظهار داشته اینکه مذاکرات با ایران در سه هفته باقی مانده تا مهلت مقرر یعنی 20 ژوئیه مطابق با 29 تیر به سختی پیش برود ربطی به تقاضای بیش از حد گروه پنج به علاوه یک ندارد بلکه این کشورها تا کنون به اندازه ممکن از خود انطاف نشان دادند وی در بخش دیگری از یادداشت خود نوشته است ما با اعتقاد به اینکه فرصتی واقعی برای دستیابی به موفقیت وجود دارد وارد این مذاکرات شدیم هنوز همین فرصت وجود دارد اما زمان رو به پایان است کری تصریح کرده که زمان مقرر برای حصول توافق بین ایران و گروه پنج به علاوه یک بیست جویی است و طرفین مذاکره نهایت تلاش خود را خواهند کرد تا از مشاجرات سخت که منجر به طولانی شدن مذاکرات و ادامه آن پس از این تاریخ شود پرهیز کنند این در حالی است که دیپلمات های غربی گفتند در صورتی که دسترسی به توافق برای طرفین مذاکره بدیهی باشد ممکن است این زمان تمدید شود گفتنی است حسن روحانی و دیگر مقامات دولت نسبت به مذاکرات هسته‌ای خوشبین هستند و بارها ابراز امیدواری کردند که توافق اتمی ایران با غرب حاصل شود در این رابطه چندی پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ای ایران گفته بودند که با پایان مهلت شش ماهه توافق ژنو میتوان این فرصت را تمدید کرد عباس عراقی معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر خارجه نیز روز گذشته گفت همه طرف ها از این فرصت استفاده می کنیم تا به توافق نهایی برسیم. همچنین در همین راستا روز گذشته نیز حسن روحانی هم با اشاره به پرونده هسته گفت که ساختار تحریم ها لرزیده است و هرگز نمی توان آن را به حالت اولیه بازگرداند. اما جانکری می گوید تهران نباید به مذاکرات هسته خوشبین باشد و باید بکوشد صلحا بودن برنامه اتمی خود را ثابت کند دور ششم گفتگوهای میان گروه ایران و پنج به علاوه یک امروز چهارشنبه یازده تیرما با حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در وین از سر گرفته می شود. دوره پنجم مذاکرات دو طرف نتیجه چندانی در بر نداشت و گزارش شده که اختلافات درباره نحوه حل و فصل اپامات برنامه هسته ایران و نوشتن توافقنامه نهایی همچنان باقی است. امسال هم با فرارسیدن ماه رمضان پلیس ایران از برخورد ویژه با کسانی میگوید که در معابر عمومی و حتی در خودروهای خود روزخاری می کنند. در سالهای اخیر نیروی انتظامی طرحهای زیادی را در راستای تحمیل نوع پوشش گشتهای ارشاد گشتهای امر به معروف و نهی از منکر و روزخاری را به اجرا درآورده که با واکنش منفی مردم روبرو شده است به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا علیرضا مهرابی رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ از آغاز طرح ویژه برخورد با روزخاری در پایتخت خبر داده و گفته که خودروهایی که در آنها راننده یا سرنشین اقدام به روزخاری کند توقیف می شوند. به گفته مهرابی همزمان با نخستین روز از ماه رمضان پلیس در تهران طرح ویژه برخورد با روز خاری را رو آغاز کرده که این طرح در اماکن عمومی به اجرا گذاشته شده است بر اساس این طرح ماموران موتورسوار و خودروهای پلیس پایتخت اعم از یگانهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی با هر گونه روزخاری و استعمال دخانیات در خودرو و معابر عمومی برخورد می آنچنان که پلیس در تهران میگوید ماموران در این طرح با استقرار در بزرگراهها و معابر عمومی خودروهایی که در آنها راننده سرنشین اقدام به روز خاری می کنند را توقیف خواهند کرد به طوری که رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ گفته که ماموران پلیس اماکن تهران ضمن بازدید از اغذی فروشان سطح شهر نسبت به برخورد با اغذی فروشان متخلف و پولمپ سنفی مربوطه اقدام می کنند. این سنوف تنها می توانند از ازان مغرب تا سحر به فعالیت های سنفی خود ادامه دهند. رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ همچنین از تامین امنیت بوستان ها و مراکز فرهنگی، تفریحی و مذهبی تهران پس از افتار در ماه رمضان خبر داده و گفته که ماموران پلیس پایتخت با گشتهای پیاده و موتورسوار تامین امنیت این مراکز را بر عهده دارند. نیروی انتظامی پیشتر نیز اعلام کرده بود که در ماه رمضان شهروندان در صورت دیدن فعالیت غیرمجاز واحدهای سنفی پذیرایی و اغذیه فروشی ها می توانند در تماس با 110 پلیس را برای برخورد با روزخاری آگاه کنند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی پیشتر برخورد با افراد به گفته خود هنجار شکن در ماه رمضان را اولویت پلیس در این ماه عنوان کرده بود و گفته بود که نیروی انتظامی هیچ گونه حرمت شکنی و ناهنجاری را تحمل نخواهد کرد. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج نیز پیشتر از بسیجیان خواسته بود که به گفته او امر معروف و نهی از منکر را به ویژه در ماه رمضان فراموش نکنند. طرحهای این چنینی با دستور عالی ترین مقامات رژیم و در پی یک سلسله سخنرانی و اظهار نظر توسط امامان جمعه و روحانیون محافظه کار معمولا آغاز می شود و نیروی انتظامی اجرایان را به عهده می گیرد. اجرای این طرحها نیز به دست کارکنان دونپایه نیروی انتظامی سپرده می شود که آنان نیز در این راستا برخوردهای شخصیتی می کنند و همین برخوردها منجر به درگیری هایی بین مردم معترض و پلیس می شود. گفتنی آغاز اجرای طرح مبارزه با روزخاری با واکنش آمدانه شهروندان روبرو می شود و آنها برای نشان دادن اعتراض خود به حکومت روزخاری های خود را علنی تر می کنند. یک مقام پلیس در این خصوص گفته بود آنها به عمد مقابل ما که می رسند دستشان را از ماشین بیرون میآورند تا سیگار خود را نمایان کنند. انتظار می رود نیز همچون سالهای گذشته در ماه رمضان درگیری هایی بین مردم و پلیس به وجود آید. هفته گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران با دفاع از آزادی در اسلام گفت متحجرین در مقوله آزادی نعل وارانه میزنند در همین حال محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب معتلفه اسلامی مواضع اکبر حاشمی رفسنجانی را با گفته های پیشین او درباره رهبر جمهوری اسلامی منطبق ندانسته و گفته آقای حاشمی غالبا به نفع اصلاح طلبان موزگیری می کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، اکبر حاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای شورای مرکزی حزب آزادی آزادی را یکی از نیازهای انسان دانست و گفت انسان ها بر اساس دین آزاد خلق شدند و باید آزاد باشند. هاشمی رفسنجانی ادامه داد آزادی در اسلام جایگاهی اعلا دارد و هیچ کس حق ندارد حق اسلامی انسانها را قصب و سلب کند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به عملکرد گروهک های بوکو حرام و داعش اظهار داشت اینان فرزندان امروزی القاعده و طالبان هستند که به اسم دین مردم جهان را به اسلام حراسی و اسلام ستیزی میکشانند وی افسود اسلام برای جهان آمده اما هیچ اجبار و زوری هم در کار نیست و به پیروان ادیان دیگر با احترام نگاه میکند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان تعاریف متعدد از آزادی در ابعاد مختلف گفت در نظام دموکراسی انتخابات معیار آزادی و توجه به رأی اکثریت است وی در پایان هم گفت علم و دانش در تظاهر به آرا رشد می‌کند و متاسفانه متحجرین در مقوله آزادی نل وارونه میزنند. در همین حال محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب متلفه اسلامی مواضع اکبر حاشمی رفسنجانی را با گفته های پیشین او درباره رهبر جمهوری اسلامی منطبق ندانسته و گفت که وی غالبا به نفع اصلاح طلبان موزگیری کرده است. به گزارش خبرگزاری ناسیم آقای حبیبی دبیر کل حزب متلفه اسلامی گفت که اکبر حاشمی رفسنجانی پیشتر در جلسه گفته است که من به همه گفتم که سر سه موضوع نظام اسلامی، ولایت فقیه و شخص آیت الله خامنه ای با کسی معامله نمی کنم. دبیر کل حزب متلفه اسلامی در ادامه اکبر حاشمی رفسنجانی را به عمل برخلاف گفته خود متهم کرده و سخنان او در نماز جمعه 26 تیر 1388 و نامه او به رهبر جمهوری اسلامی پیش از برگزاری انتخابات سال 1388 را از جمله مواردی دانسته است که با سخنان هاشمی رفسنجانی درباره رهبر جمهوری اسلامی در قسمت قابل توجهی انتباق ندارد آقای حبیبی گفت در مواقعی اتفاق میافتد که این عدم انتباق و تفاوت میزانش بسیار بالاست محمد نبی حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد هاشمی رفسنجانی در جلسات مختلف صریحا اعلام کرده که میخواهد در موضوعات سیاسی فراجناهی عمل کند ولی فراجناهی عمل کردن هاشمی در مواقعی به طور کامل صورت نگرفته و غالبا به نفع اصلاح طلبان موزه گیری کرده است دبیر کل حزب متلفه اسلامی همچنین سخنان حاشمی رفسنجانی مبنی بر اینکه جدید ها با ماهواره مخالفند را اشتباه خوانده و افسود قدیم الاسلام ها هم برنامه بد ماهواره را تقبیح و محکوم می کنند. گفتنی است پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی در روزهای گذشته سخنانی منتشر نشده از وی در جمع دانشجویان به مناسبت اولین سالگرد انتخابات 92 را منتشر کرد که آقای رفسنجانی در این سخنان با بیان اینکه جدید الاسلام ها به جان انقلاب و مردم افتادند گفته بود این گروه تلاش می کنند که نگذارند در کشور اینترنت باشد. چقدر ماهواره از بالای پشت بام ها جمع کردند و من نمیدانم چه تأثیری کرد. کار اینها نه تنها از آگاهی مردم چیزی کم نکرد بلکه بر آگاهی مردم افسود. این سخنان با واکنش تند محافظهکاران مواجه شد و بسیاری از محافظهکاران با انتقاد از گذشته هاشمی گفتند نمیتوان باور کرد هاشمی طرفدار آزادی بیان است. چند روز پس از اظهار نظر سریح علی خامنی در باری عدم موافقت با رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی حملات به این دو نفر شدت گرفته است. در این رابطه اسماعیل کوسری نماینده مجلس هفته گذشته گفت میر میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعدام بوده اما نظام از جرم آنها گذشت کرده است. به دنبال اظهار نظر علی خامنه ای در پاسخ به درخواست علی متحری مبنی بر رفع حصر حملات علیه رهبران جنبش سبز شدت گرفته است. در این خصوص بعد از اظهار نظر رهبر ایران محافظ میگویند می موسوی و کروبی مشمول ملاتفت نظام و رهبری شدند. حمید رضا ترقی رئیس مرکز امور بین الملل حزب متلفه گفته میرحسین موسوی و مهدی کروبی به رأی مردم تمکین نکردند و حتی داوری رهبری را هم نپذیرفتند. وی افزوده است بنابراین این افراد از چارچوب قانون اساسی که حاکم بر جامعه است خارج شدند و این یعنی خارج شدن از حاکمیت. اسماعیل کوسری نماینده مجلس هم در این رابطه گفته مجازات میر موسوی و مهدی کروبی اعدام بوده اما نظام از جرم آنها گذشت کرده است به گزارش خبرگزاری بسیج آقای کوسری گفته وقتی فتنگران به اشتباهات خود مبنی بر عدم تقلب در انتخابات 88 اقرار نمی کنند چگونه انتظار می رود که مسئولین از گذشته بگذرند و به آینده نگاه کنند وی با بیان اینکه ادعی میخواهند برای پاک کردن گناه خود فتنه را کمرنگ جل بدهند افزوده گذشت از فتنه حرفی غیر منطقی و بیپایه است که این گونه حرفها در ذهن نمی گنجد. این نماینده مجلس مدعی شده که هدف نهایی جریان فتنه در سال 1388 براندازی نظام جمهوری اسلامی بود و اگر تدبیر رهبر نبود قطعا پایه های نظام متزلزل میشد. اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب مطلف هم گفته میرحسین موسوی و مهدی کروبی از فرصت طلب بخشش و عفو استفاده نکردند. آقای بادامچیان از موسوی و کروبی به عنوان کارگردانان فتنه نام برده که در دام سران آمریکا و انگلیس گرفتار شده و باید استغفار کنند. وی علت ادامه حصر این دو رهبر جنبش سبز را تجربه قتلهای زنجیرهای در ایران دانسته و گفته نظام برای حفظ جان آنها چنین تصمیمی گرفته است این فعال سیاسی محافظ کار اضافه کرده که نظام با حصر این دو نفر قصد دارد مانع قتل آنها از سوی برنامه ریزان خارج از ایران شود تا مباد قتل آنها به پای هزبولایی ها گذاشته شود. قائم مقام حزب مطلفه همچنین گفته اگر موسوی و کروبی در دادگاه محاکمه شوند مطمئنا به خاطر جرائم مختلف محکوم خواهند شد وی اضافه کرده طبق قانون آنها مجرم هستند و جرایم سنگین و بزرگی مرتکب شدند این حملات به دنبال اظهار نظر علی خامنه ای بود رهبر جمهوری اسلامی سه روز پیش در واکنش به درخواستها برای رفع حصر موسوی و کروبی و در پاسخ به علی متحری گفته بود که آنها مرتکب جرم بزرگی شدند و اگر محاکمه شوند مجازات سختی در انتظار آنها خواهد بود. اما بعد از شدت گرفتن حملات علیه رهبران جنبش سبز، مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی نسبت به آن واکنش نشان داد و گفت دروغگوییها علیه رهبران جنبش سبز بر مردم اثری ندارد و برخی در حالی که پیشانی هایشان پینه بسته برای انتقام گیری و خودشیرینی علیه موسوی و کروبی دروغ میگویند. نخست وزیر اسرائیل حماس را مسئول مرگ سه نوجوان اسرائیلی دانست و گفت حماس تقاص پس خواهد داد جسد سه نوجوان اسرائیلی که اوایل ماه جاری در کرانه بختری رو بوده شده بودند هفته گذشته پیدا شد یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفته است اجساد را در گودالی در شمال الخلیل یافته است به دنبال پیدا شدن اجساد سه دانش آموز علوم دینی اسرائیلی که از نزدیک به سه هفته پیش در کرانه باختری مفقود شده بودند بنیامین نتنیاهو نخست وزیر اسرائیل حماس را مسئول مرگ این سه نوجوان دانسته ادعایی که این گروه مسلح فلسطینی رد می کند آقای نتنیاهو در ابتدای ملاقات با مقام های امنیتی دولت خود ربایندگان و قاتلان این سه نوجوان را حیوان خواند و تأکید کرد حماس تقاس پس می دهد. با این همه سامی ابو زهری سخنگوی حماس به خبرگزاری فرانسه گفته است هر اقدامی در جهت مجازات این گروه دروازه های جهنم را خواهد گشود سرویس اطلاعات و امنیت اسرائیل موسوم به شینبت پیشتر گفته بود که مظنونهای اصلی این پرونده دو مرد از نیروهای حماس به نامهای مربان قوامش و آمر ابو آیشه هستند. به گزارش این نهاد گروه های پزشک قانونی در منطقه و تلاش می کنند تمام کسانی را که در این حمله دست داشتند ردیابی کنند. نیروهای امنیتی اسرائیل با برپایی حصار امنیتی تمام منطقه اطراف حلهول را بستند. این منطقه تنها چند کیلومتر با جایی که این سه نوجوان برای آخرین بار مشاهده شدند فاصله دارد. شمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل هم گفته است تمام کشور در سوگی عمیق است اما این غم عظیم همچنان از بمان در مجازات سخت جنایتکاران تروریست خواهد بود دانی دانون نماینده کنست پارلمان اسرائیل و عضو حزب حاکم لیکود نیز گفت این پایان تراژیک باید پایان حماس نیز باشد او خواستار عملیات نظامی و ضربتی مهلک علیه گروه اسلامگرای حماس شد محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی خواستار برگزاری جلسه فوری با رهبران فلسطینی شده تا درباره مرگ این سه نوجوان گفتگو کنند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته کشته شدن این سه نوجوان نتیجه همراهی حماس و جنبش فتح بوده است این دو گروه دو ماه پیش پس از سالها اختلاف نهایتا دولتی ائتلافی تشکیل دادند در همین رابطه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پی تهدیدات اسرائیل برای دست زدن به اقدامی تلافی جویانه علیه حماس نسبت به هر گونه اقدامی که منجر به درگیری و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه شود هشدار داد اوباما با صدور بیانی با انتقاد از قتل سه جوان اسرائیلی در سرزمین های اشغالی این اقدام را بیمعنا توصیف کرد. دوید کمرون نخست وزیر بریتانیا و فرانسا اولاند رئیس جمهور فرانسه قتل سه جوان اسرائیلی را به شدت محکوم کردند. اولاند این حادثه را قتل ناجوان مردانه توصیف کرد. و دیوید کمرون از آن به عنوان عمل تروریستی وحشتناک و غیر قابل توجیه یاد کرد گفتنی است این سه دانش آموز اسرائیلی که دو تن از آنها 16 ساله بودند و یک نفرشان 19 ساله داشته از دوم خرداد ماه در نزدیکی شهرکی اسرائیلی در کرانه باختری مفقود شده بودند سخنگوی ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که اجساد این سه نوجوان زیر کوهی از سنگ در دشتی در نزدیکی شهر الخلیل پیدا شده است مقام های اسرائیل میگویند این سه تن زمانی که در منطقه در حال سفر بودند ربوده شدند و به آنها شلیک شده است محمود عباس پیشتر این واقعه را محکوم و اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی فتح برای یافتن این افراد آماده همکاری با اسرائیل هستند پایان بخش برنامه این هفته ما مطابق روال گزارشی است از خبرنگارمان میستان بختیاری در ترکیه که تحولات هفته گذشته این کشور را دنبال کرده و ما را در جریان آن قرار میدهد. در ادامه فرایند مذاکرات صلح میان دولت ترکیه و پکاکا دادگاه دیار این هفته حکم آزادی 33 زندانی وابسته به گروه پکاکا رو صادر کرد زندانیانی که در میان اونها چهرهای سرشناسی هم دیده میشه از جمله شهرداران سابق مناطق باتمان، کاپینار و همینطور چند نگار کرد به نظر میرسه این گونه اقدامات در راستای های اخیر دولت در تعامل با کرد هستش به ویژه که اخیراً دولت در این ارتباط به پارلمان ارائه کرده با هدف ایجاد فرصت بیشتر برای حضور کردها در جامعه ترکیه خاطرمون هست که همین حدود یک ماه پیش بود که آقای اوجالان رهبر زندانی کرد وعده داده بود در این ماه مذاکرات مهمی رو با اعضای دولت خواهد داشت که امیدوار نتایج قابل توجهی رو در پی داشته باشه شاید بشه گفت همین موضوع یعنی لایحه شش ماده ای اخیر دولت یکی از نتایج این مذاکرات هست که خود آقای اوجالان هم از این اقامه دولت به عنوان یک تحول بزرگ یاد کرده موضوعی که تا اتحادیه اروپا هم از اون استقبال کرده و این هفته هم ما شاید بودیم آقای استفان فوله مسئول امور توسعه اروپا گفت که اتحادیه اروپا از این فعالیت ها در راستای صلح پایدار حمایت خواهد کرد و همینطور اضافه کردن که قانون جدید پایه‌های قانون مستحکم رو تشکیل داده و سه مثبتی در ثبات و حقوق بشر ترکیه خواهد داشت اما در چند روز گذشته مقامات دولت از جمله آقای بلند آرنج معاون آقای اردغان صحبت از آزادی های ترکیه کردند که ماه گذشته توسط گروه تروریستی داعش به گروگان گرفته شدند آنطور که آقای آرینچ وعده داده این ها در ماه رمضان آزاد خواهد شد در طی مدت هم البته با کنش های زیادی نسبت به این موضوع در داخل کشور مطرح شد برخی احزاب به از این موضوع انتقاد میکردن که چرا آقای اردوغان واکنش جدی در مقابل این اقدام گروه داعش از خودش نشون نمیده این بحث همونطور که گفتیم در چند هفته اخیر در میان احزاب مخالف دولت و برخی رسانه های وابسته به این احزاب در داخل مطرح میشد خود آقای اردوغان در واکنش به این اظهار نظرها گفته برخی از مخالفان دولت انتظار دارن که من در مقابل داعش سخنان تحریک کننده ای بزنم اما من این کار رو نخواهم کرد چرا که جان 80 شهروند ترک در خطر است و هر عمل و صحبت تحریک آمیزی میتونه داعش رو به واکنش وادار کنه و جان شهروندان ما رو به خطر بیندازه نکته دیگه که باید بهش اشاره بکنم موضوع بالا گرفتن خشونت ها در اراق و پیامدهای های مختلف اون هست از جمله با بالا گرفتن درگیری ها و تنش در اراق موج جدیدی از آوارگان این بار از سوی اراق به سمت ترکیه روانه شده اغلب این آوارگان از مناطق موسل، بغداد و تل است که سعی میکنند در مسیر تردد های ترک و با کمک این ها خودشون رو به شهرهای ترکیه برسونن. آنطور که رسانه های داخلی ترکیه از جمله شبکه تیارتی گزارش میده شرکت های فعال در اربیل عراق تعداد سفرهای خودشون به ترکیه را از 5 سفر در روز به نه سفر افزایش داده حالا جدا از بخش بزرگی از آوارگان سوری که از سه سال پیش به ترکیه اومدن موضوع آوارگان عراقی هم میتونه مشکلات زیادی رو برای دولت در داشته باشه آنطور که خود دولت در گزارش های بیشتر اعلام کرده حضور نزدیک به یک میلیون مهاجر سوری تا کنون رقم این بالغ بر 2.5 میلیارد دلار هزینه و روش دولت ترکیه گذاشته اما در ارتباط با همین رویداد یعنی تحولات عراق هم به این نکته گذرا اشاره بکنم که صحبت های زد و نقیزی در مورد موضع دولت ترکیه در قبال اعلام استقلال کردستان اخیرا مطرح شد که خب البته به طور مشخص دولت ترکیه این هفته اعلام کرد که این کشور همواره از تمامیت ارضی عراق حمایت خواهد کرد و مخالف جدایی اقلیم کردستان از این کشور هستش. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما را می توانید در وبسایت ما به آدرس ایران فردا دنبال کنید. از طریق این وبسایت و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com slash ایران فردا تیوی نتورک با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید منتظر شما هستیم تا برنامه دیگر شد و سربلند باشید